حداقل حقوقی که شما توی آلمان دریافت میکنید چقدره؟ چقدرش رو باید مالیات بدید و چقدرش براتون میمونه؟ اینا سوالاییه که میخوام امروز در موردش توی این ویدیو باهاتون صحبت بکنم. سلام، من یاسمن هستم و خوش اومدین به یه ویدیو دیگه با من. همونطور که اول ویدیو گفتم، امروز قراره در مورد میزان حقوق و پولی که دریافت میکنید توی آلمان و اینکه نهایتاً چقدر براتون میمونه صحبت بکنید. اول از همه باید بدونید که دولت آلمان یه حداقل حقوقی و سالانه در نظر میگیره که وقتی که شما جایی کار میکنید اونا اجازه ندارن از این مبلغ بهتون کمتر پول بدن. امسال تو سال 2023 این حداقل میزان حقوق 12 یورو و 41 سنت برای هر ساعت کاره. یعنی شما اگه جایی قرار باشه کار بکنید، اگه از این مبلغ بهتون قرار باشه ساعتی کمتر پول بدن، قانونی نیستش و اصلا نمیتونن همچین کاری ها انجام بدن. ولی خب این حداقل پولیه که باید برای هر ساعت کار پرداخت بشه، مسلماً بر اساس توانایی و تخصص شما و اینکه کجا دارید کار میکنید پولی که به شما پرداخت میشه متفاوته. ولی خب چقدر باید اصلا مالیات بدید؟ چقدرش براتون میمونه؟ توی آلمان شما به سه مدل مختلف میتونید کار بکنید. اولیش مینی جابه. توی مینی جاب شما اجازه دارید که فقط تا سقف 8 ساعت در هفته کار بکنید و بیشتر از اونم اجازه کار کردن ندارید. و حداکثر پولی هم که برای مینی جاب اجازه دارید که دریافت بکنید 520 یورو ماهانه است. البته این میزان برای سال 2023 هستش و شاید توی سالهای دیگه این مبلغ تغییر بکنه. یکی از خوبی‌های مینی جاب اینه که شما لازم نیستش که هیچ مالیاتی رو پرداخت بکنید. یعنی اون 520 یورویی که دریافت میکنید دقیقا همون وارد حسابتون میشه و هیچ مالیاتی ازش کم نمیشه. البته اگه خودتون بخواید میتونید به کارفرماتون بگید مثلا من میخوام که مالیات بازنشستگی از حقوقم کم بشه و خب اونا هم میتونن این مبلغ مالیاتی رو توی اون حقوقتون اعمال بکنن و از اون کمش بکنن، ولی اجباری درش نیست. دومین مدل کار کردن به صورت پارت تایم یا قراردادهای دانشجویی. توی این قراردادها شما اجازه دارید که حداکثر معمولا تا سقف 20 ساعت در هفته کار بکنید و در نهایت هم اگر سالانه مبلغی که دریافت کردید از کارتون کمتر از 10908 یورو باشه، باز هم لازم نیستش که شما مالیاتی رو برای اون پولی که دریافت کردید پرداخت بکنید. ولی اگه درآمدی که کسب کردید از این میزان بیشتر باشه، یه مبلغ مالیاتی از حقوق شما کم میشه. ولی مدل سوم که مدل کار تمام وقت یا همون فول سایته که شما در واقع هفته 40 ساعت کار میکنید و به صورت تمام وقت مشغول به کار هستید. توی این مورد شما هر ماه یه مالیاتی رو باید پرداخت بکنید و به صورت اتومات از فیش حقوقی شما اون مالیات ها کم میشه. این مالیاتی که شما باید پرداخت بکنید به چندین مورد بستگی داره. حالا نه فقط توی کار فول تایم، حتی توی کار پارت تایم اگه قرار بشه که شما مالیات پرداخت بکنید، این مالیات بر اساس کلاس مالیاتی شما ازتون کم میشه. حالا این کلاس مالیاتی چیه؟ کلاس مالیاتی میتونه از کلاس مالیاتی 1 شروع بشه تا کلاس مالیاتی 5 و بر اساس یه سری شرایط مختلف شما توی یکی از این دسته ها قرار میگیرید. معمولا کسی که سینگل باشه، یعنی ازدواج نکرده باشه و فول تایم کار بکنه، توی گروه مالیاتی 1 قرار میگیره و میتونم بگم که گروه مالیاتی 1 گروهیه که بیشترین مالیات رو پرداخت میکنه. و حالا بر اساس اون میزان حقوقی که شما به صورت کامل دریافت میکنید، یعنی اون بروتویی که دارید در واقع، یعنی اونی که توی قراردادتون نوشته شده، اون میشه حقوق بروتوتون و بر اساس کلاس مالیاتی از این حقوقتون ماهانه مالیات کم میشه و در نهایت پولی که به حساب شما ریخته میشه حقوق نتوتون هست و در واقع اون پول نتو درآمدیه که شما بعد از کسر مالیات توی حسابتون دریافت میکنید. حالا اگه شما ازدواج کرده باشید، جدا شده باشید، اصلا بچه داشته باشید، کلاس مالیاتیتون میتونه متفاوت از این گروه 1 باشه و
توی گروه های دیگه قرار بگیرید که بر اساس باز هر کدوم از شرایط اون مبلغ متفاوتی از مالیات براتون در نظر گرفته میشه و از حقوقتون کم میشه. حالا اگه شما میخواید حساب بکنید که ببینید بر اساس حقوقی که دریافت میکنید چقدر مالیات باید پرداخت بکنید و چقدر در نهایت براتون اون نتو باقی میمونه، من یه سایتی رو بهتون معرفی میکنم. شما میتونید وارد این وبسایت بشید و اونجا مبلغ بروتو، یعنی پولی که توی قراردادتون هست و نوشته شده رو بزنید و کلاس مالیاتیتون رو انتخاب بکنید و اون خودش براتون بر اساس شرایطتون حساب میکنه که در نهایت چقدر نتو براتون ماهانه باقی میمونه. شما بر اساس اون میتونید متوجه بشید که اگه بخواید دنبال کار بگردید بهتره که دنبال چه میزان حقوق بروتویی باشید که در نهایت چقدر حقوق نتو بخواد براتون باقی بمونه. توی همین وبسایتی که بهتون گفتم شما میتونید برید و بر اساس اون شغلی که دارید پیدا بکنید و ببینید که رنج حقوقی اون شغل چقدره و خب اینجوری میتونید متوجه بشید که اگه جایی بخواید برای کار اپلای بکنید مبلغ حقوق پیشنهادی که بهتون میدن آیا توی اون رنج هستش، آیا چیز خوبی دارن بهتون پیشنهاد میکنن یا نه یه چیز خیلی پایین تر از اون سطح متوسط دارن بهتون میگن. و خب این خیلی کمک میکنه که بتونید انتخاب بهتری برای پیدا کردن شغل با حقوق بهتر داشته باشید. اینم یه ویدیو کوتاه بود در مورد کلاس‌های مالیاتی و انواع شغلی که میتونید توی آلمان داشته باشید. امیدوارم که این ویدیو رو دوست داشته باشید و لایک و سابسکرایبم یادتون نره.